متخصصان سوهای تیب همیشه گی برای مردم طریق آینه نیلگون و هم طریق شبکه های اجتماعی مراجعت کرده میگویند برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس در خانه بمانند، تنها در حالت های ضروری با بیرون برایند. اما امروز مشاهده میکنیم که هنوز هم در جاهای جمعیت کوچه و بازارها و نقلت های مسافرکشانه تجمع زیادی آدمان مشاهده میگردد. در گزارش قبلی بابت سببی در کوچه ها گشتن آدمان پرسش افکار گذرانیده بودیم که بسیاری از جواب دادن سرپیچی نموده، اکثریت دیگری کار رفته ایستادم یا ضرورت برآمد را بیان نموده بودند. به خاطر تو با اعتدال آمدن وضعیت در خانه نشستن شرطی مهمی پیشگیری از پنشوی بیماری است. در این روزهای رمضان مردم اکثریت در خانه هایشان قرار گرفتند. ما به تاریخ دیر و حادثه های مربوط به پنشوی و بارو در زمان پیامبر و اصحاب آن کس طریق تلفن از رئیس شورای علمای دین ولایت حاجی حسین موسی‌زاده پرسان شدیم. دین اسلام دین است که به تمام زمان و مکان جوابگو است، خصوصا وقتا که یک بیماری پیدا شود یا یک مشکلی پیدا شود، ما به آیات های قرآن عظیم و شان و سنت های پیغمبر علیه السلام و مذهب خود نگاه میکنیم. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وبای آمد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند، امر کردند که شما به آنجایی که وبا هست نروید، از آنجا بیرون نشوید و با یک دیگر ملاقات نکنید. یعنی اون آدمانی که بیمار هستند از آنها احتیاط باشید، آدمان بیمار باشند آنها نیز احتیاط باشند که با مردمی سالم ضرر ندرسانند. زیرا گفتن پیغمبر علیه السلام لا ضرر و لا ضرار، شما احتیاط کنید، به خود ضرر نرسانید، به دیگران ضرر نرسانید و ضرر هم نبینید. حاجی حسین موسی‌زاده همچنین از بیماری که در حدود شام حاضر سوریه در سالهای خلافت حضرت عمر به قید گرفته شده بود مثال آورده گفت در همون وقت عمر نیز به شهر شام وارد نشده آن منطقه را ترک کرده بود. حضرت عمر رضی الله عنه وقتا که از مدینه منوره به سوی شام آمدند و خبر رسید که در شام یعنی در سوریه امروزه وبا هست، اون کس گفتن که اکنون از این راه بر میگردیم. یک نفر پرسید که یا عمر شما از تقدیر خدا میگریزید؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفتن که من از تقدیر خدا به تقدیر خدا میگریزم، زیرا اگر من برایم در اینجا سرایت مییابم و کسل میشوم. اگر وای در تقدیر هست، لیکن از اینجا گشته رفتن برای ما و شما منفعت دارد، ما از این بیماری ایمن میمانیم، این هم تقدیر خدا است. یعنی از تقدیر خدا و تقدیر خدا میگریزم. انا این بود تعلیمات دین، یعنی باید انسان خودش را احتیاط کنه. رئیس شورای علمای دین ولایت در ادامه صحبت گفت که این وبا مانند یک آتش است. اگر شما در یک جای جمع اید، پس مانند هیزمی جمع کرده می سوزید، پس در خانه هایتان مانید. با اندیشه در تقدیر باشد به این بیماری گرفتار می شویم مثال آورده گفت که اول خود را احتیاط کنند و بعدم به تقدیر تن دهند. امروز بعضی آدمان می گویند که حد در تقدیر باشد می شود، برآمده به یک جایهایی که جمعیتی هست می روند، این البته یک خطای محض است، زیرا پروردگار می گوید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ای مردم، شما خودتان را به هلاکت نهاندازید، می گوید خدا. این کسلی سرایتی هست، پیش روی آن را گرفتن یگانه این در خانه نشستن است. علم و تکنیک پیش رفته است، با وجود این یگانه علاج میگویند احتیاط کردنی هر یک عائله است. کسانی که احتیاط نکردند آنها سرایت یافتند، بیمار شدند. و هر نفری که خودش را احتیاط میکند، اهل عائلهش را احتیاط میکند و سالم میماند. برای همین هم باید ما با آن آدمانی که
در جمع آمد ها از نو جمعیت در جمعیت هستند ملاقات نکنیم. عالمان دنیا، حکیمان دنیا امروز میگویند که اگر خواهید شما از این بیماری ایمن باشید، سرایت نیابید، در خانه تان نشینید. برای همین باید ما احتیاط باشیم. من همچنین خادم دین و تمام مردم مراجعت میکنم که در خانه نشینند و کوچه ها بر آمده به جای های جمعیتی نروند، با یک دیگر ملاقات نکنند. امروز شکر خدا تلفن هست، با تلفن احوال یک دیگر با خبر باشند کفایه است. حالا در کشور با معلومات اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر، شماره گرفتاران کرونا ویروس به 661 نفر رسیده است. شماره فوتیدگان باشد 21 نفر است. برای سلامتی خود را نگاه داشتن از خانه نبروید. گزارش سید مختار سیدانور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.